سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون ویدیو خوب دارم مثل همیشه یا خنده دار یا آموزنده یا کامبینیشن بیزنسی و از زندگی آقا خیلی به من مسیج میزنن که راجع به بیزنس بیشتر صحبت کن یه کانال اصلا راجب بیزنس بزن فقط فلان به سال میخواستم بگم بچه هم میخواهم یه حقیقت رو بهتون بگم حالا یه خودتون هرچی میخواه ازش ورداریم ورداریم آقا این بیزنس رو اولا قبل به ما بیزنس بگو ببین بیزنس چیز گفتنی نیستش که بیزنس به ده تا چیز بستگی داره شاید خیلی بیشتر مثلا میگم اگه من ده سال پیش الان مثلا جوهر وارد کانادا بکنم دیگه بیزنسم به سالی سه میلیون دلار نمیرسه به خاطر همین خیلی چیزا مهمه اگه من همون موقع که این بیزنس هم شروع کردم به جون که ونکوور بودم کالیفرنیا مثلا بودم این بیزنس به جای سالی سه میلیون میشه سالی سی میلیون ده میلیون بیشتر میشد همون موقع فقط چون من جام ونکوور بود و با با قانون کانادا میرفتم جلو و آمریکا خب بیشتر کمک میکنه چون که دوست دارم آدما پولدار توی کانادا میخوان همه مساوی باشه خود سوشالیست سر کانادا بیزنس یه چند تا پار بیشتر نداره ای من بری ویدیو من نگاه کنی راجعه بیزنس توضیح میدم همون سه چهار تا ویدیو کافیه بیزنس رو باید بشینی یه چیزی رو حساب کتاب کنی پیدا کنی که مردم بخوان توش بهترین حالت باشی به این بفهمی که کاستومر سرویس مهمتر از پول در آوردن تو هر دیلی یعنی اوکی مثلا تو از هر ده نفری که باشون می بیزنس میکنی با یه نفر پولم از ضرر بدی یعنی نفر هشتم پول نفر نهم یعنی نفر نهم پول نفر دهم بده یعنی تو فقط هشت نفر پول در میاری نهم که کار میکنی ازش یعنی پول میگیری دهم که کار میکنی یعنی شاکی میشه بهش پول پس میدی اکثر ایرانی اینو مثلا نمیفهمن ولی حالا من کاری ندارم تو دیتیلز نمیخوام الان برم برای اینا حالا میگم ویدیو درست میکنیم تو شما این مورد توضیح میدم راجع بهشون ولی کلا چیزای بیزنس خیلی ساده است یعنی یعنی چیزی دیاری چیزی نداری دیگه تو دنبال یه کاری میبینی مثلا پوریا که من باهاش الان مثلا دیگه خیلی با هم دیگه با هم کنیم پوریا که الان مثلا 10 تا کمپانی داره داره خوب کار میکنه پوریا که یه سیستم نذاشته که به به قول معروف به جلو از از اینکه پول نداشته رفته یه جا کار کرده و با لباس کثیف رفته یه جا دیگه غذا بخره یارو دید لباسش رنگی گفته میای رنگ بزنی واسه ما من به قیمت بالا داده کمتر از یه کمپانی ولی یارو هم گرفتتش دیده اه پس اینطوری میتونه بیاد بیزنس بعد رفته دیده توش خوب فروشنده از صفحه جلو یعنی از رنگ رفته به فروشندگی یا رفته به سازندگی هی خوشو بهتر کرد تو چیزای دیگه نمیتونه که این فرمول واسه کسی بنویسه برو اول یه کار کمپانی رنگ سازی رنگ رزی کار کن بعد که رنگ زدن یاد گرفتی برو سعی رنگ زدنی بگیری بعد که رنگ زدن یادگیری پولا رو جمع کن خونه اول تو بگیری بس ببینید شاید باسه یه نفر کار کنه ولی پوینت خاصی نداره که تو بری اینو که کپی بکنی یا بخوای یکی از یکی یاد بگیری بیزنس رو میفهم که او من هر روز صبح به بیزنسم کار کنم من هر روز صبح برم رقیبام دارم چیکار میکنم من باید همیشه مشتریان هم خوشحال باشم هیچ وقت هیچ مشتری نباید ناراحت بیزنس من بره بیرون ایرانی اینو نمیفهمن من چند روز پیش زنگ زدم یعنی غذا سفارش رو تلفنم به کبابی بعد سفارش رو که زدم سه دقیقه بعدش کمتر مامانم زنگ زد که آقا من برات غذا دارم میارم گفتم خب منم غذا مامانم خیلی بیشتر دوست دارم سالم ترم است سری به کمپانی روی اپ ریکوست فرستم که این اوردر رو کنسل کن ولی به خاطر مهربونی و چون کبابی سفارش دادم اینو از یه دون کبابی ایرانیه زنگم زدم به خودم جو مستقیم گفتم تو تا بره ریکوست بره و دختره بیاد بخونه و بره تو چیز پیدا کنه و زنگ بزنه طول داره من سریع خودم چیز کردم خودم زنگ زدم به کم... به رستوران گفتم که آقا رست... این غذا رو کنسل کن اینا اونم ایرانی بود واقعا دادم میگم نفهمیم دست خودمون نیست دیگه ببخشید کباب گوشتم رو گریل خواستم بگم به خانم به کی گوشت رو گریل یعنی چی کباب گوشتم رو گریل خب من زنگ زدم میگم نمیخوام دیگه کار خب من راه بنداز میفهمم میدونی فقط فکرش ما که چطوری می تمام 20 دلار نگه داره یعنی به هیچ چی دیگه فکر نمی‌کرد من گفتم که خب ببین من الان خود برام کار پیش اومده و اینا این مثلا اگه میشه کنسلش کن گفت آخه دیگه گوشتم اینا دیگه نیم پس شده باحال نمیشه مثلا بعد بعد, بعد, بعد بعد تازم چه میگم یعنی می... یعنی تو مغز خودش میدونه که میتونه نیم پس ور داره واسه نفر بعدی بذاره هیچ چی نمیشه ولی داشت به من یه جور دیگه مثلا میگفتش خب دلیلش هم دروغ بود که مثلا چرا نمیتونی این کارو بکنه ولی اصلا نتونی به جهنم مشتری زنده میگه نه میگه که آقا سوت کباب میذارم کنار شب خودم میخورم ها فریزش میکنم ماه دیگه میخورمش راه حل داری که تو از اون منو نجات بدی اگه میخواستی نجات بدی فقط فکر کنیم که چجوری بیسوی خوش در بیاره ولی خب که همیشه میگم مستطمان ایرانی ها تو بیزنس خیلی ضعیف هن دیگه اونم که کبابی میزنه دیگه خب آبیسی یه لیولی دیگه تو بیزنسی که میده یعنی تو... خیلی باهوش نبا باشه که تو کبابی باشی این از اون مثلا همه این هم بیزنس 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 تو یه چیزی پیدا کنی توش خودتو پوش کنی جلو بعد که یه روزی بیزنس داره پول میاد در میاره مثلا بیای مثل, مثل من که مثلا مشاوره دارم یا به کسای دیگه که هستن تو این زمینه اگه پیدا کنی جای دیگه به اونا وس بشی باشون یه مشاوره بگیری یا من هم اینه این کارا رو می‌کنم اینجوری چجوری من بهترش کنم دو تا نظر بهت میدن من و سلام فردی رو با هم اگه عاقل باشی به قول معروف ستاپ میکنی که با هم, هم حرف بزنی من نمیدونم کسی دیگه باشه نه ولی مطمئنم هست اونجا بیزنس میبری جلو بیزنس یاد خاصی نداره این از داستان بیزنس حالا من میخوام یه چیزی صحبت کنم راجع به اتفاقی که تو بزنس میفته و منو خیلی ناراحت میکنه معمولا چون به همم خیلی ضرر زده یکی اینکه دوتا تا چیز رو خیلی نوتیس کردم راجع مردم یکی اینکه مردم همه دنبال مشکل میگردن نه راه حل یعنی مثلا فقط دنبال که چیزی رو پیدا کنم میگن قور بزنن. خب این نمیشه واسه دیگه نمیشه کار کرد رفتیم سر کار اینترنت نیست خب ما دا... تلفنتون رو وصل کنین بعد آخر ما به من بگو 20 سال مثلا من برای اینترنت هم استفاده شد بیا تو به من سوال بده من حال میکنم ولی فقط خودشون به شهر کنشون اینترنت قطع ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم بعد من زنگ میزدم میگفتم که خب سگ زده تلفن تو مثلا هات سپات کن وصلش کن بعد میگه میکرد بعد کار میکرد میدونی همه فقط دنبال داستان بودن یکی اینو میخوام روش صحبت کنم یکی دیگه این که همه دوست دارن کارشون رو گنده کنن من واقعا اینو نمیفهمم این چه عقده که همه دارن که میخوام بگن ما بیشتر از اون چیزی که داریم میکنیم میکنیم حالا برای این دو تا مثال برای اینکه مثال بزنم که باز بشه خانومم مثال میزنم خانومم خانوم من خانوم ریلتور هر کسی میدونه خیلی هم کارشو دوست داره خیلی کارشو جدی میگیره خیلی خیلی پشنه یعنی مثلا این مشتری ساعت 2 صبح زنگ میزنه بلند میشه جواب میده به منم وقتی قطع نمیگه که دیوونه است دو صبح زنگ, زنگ زده میره سعی مثلا کامپیوتر کاری میکنه بعد میاد میخواد بعد میگم ببین چی بود میگه هیچی هیچی چی کار بود اینجوری کارش دوست داره خب یعنی من عادی میفهمم که این آدم تو کارش خوبه خب الان چند سال شروع کرده هنوز دو رقمی نشده مطمئنم این 10 سال 15 سال دیگه یکی از ریلتورهای خوب میشه چون میگم دل و جون به کار میده کسی که باش کار میکنن میمونن باهاش و اینکه میگن او این آدم آدمیه که واقعا ارزش میده به کاستومرش فقط فکر نیستش که پول در بیاره مثل اکثر آدما یعنی بعضی وقتا منو منو انوای میکنه مثلا من آدم خوبم حالا کاری نه یه دونه خونه الان بعد لیست میکرده 10 روز میشه خونه اومده واسش لیست کرده تو ده روزم خونه رو فروخته یعنی کم یعنی وقتی که لیست کرد مثلا چهارشنبه لیست کرد شنبه شنبه نشون داد دوشنبه من فروخت کلا مثلا سه روز بیشتر تو نکش خونه‌اش بفروشه ولی روزی که خونه رو گرفت و رفت عکس گرفت و اومد و آپلود کرد و اطلاعاتش فرستاد این ده روز رو کشه تو این تعرض انقدر مثلا خبرای منفی اومده به من داده بعد ما مردا کلا وقتی یه چیزی میشنیم منفی حالا حداقل من وقتی چیز منها میشنوم خیلی منو ناراحت میکنه خیلی منو یه چیز انرژی رو میگیره خب برای اینکه احساس بد میکنم برای طرف احساس بی قدرتی میکنم که نمیتونم کمکی بهش بکنم و و و دلیل متفاوت هر موضوعی آدمو میبره با پایین با خودش بعد امروز هم گفتم که مثلا لام تو ده روزه داری یه کار انجام میدی یه کار به این سادگی حالا من میگم ساده به آدمی که تو نمیخوام چیز کنم بهتر میکنم یعنی اینه که مثلا باید هفتاد تا فرم رو بری تایپ کنی خب هفتاد دقیقه طول میکشه دیگه فرمی یه دقیقه پس میشینی یه ساعت و ده دقیقه پشت کامپیوتر تایپ میکنی میای بیرون دیگه میدونی کارت اینه بعدش هم یه هر یه مدت زمانی برات یه مسیج تلفن میاد تو این هم جواب می نسبت به اون بعد برات آفر میاد با اون خود بحث میکنی یکی رو قبول میکنی تموم میشه می مثل مثلا مگه اگه, اگه من نوعی ریل تور بودم کسی بهم میگفت چیکار کنم میگفتم بیکارم چون مثلا شام بودوسم دارم قرق میخندم چت و پد داریم میگیم بعد یا تلفنم میاد مسیج میاد که ما علاقه داریم راجع به این خونه صحبت کنیم باهاتون اگه میشه به من تماس بگی مثلا نه اینکه کی مسیج نمیده دیونه که نیست میگه میزنه چن خوابه است بودوسم میخندم هر خیلی باحال بود حرفت سه است دستشویی هم دارن هر سه اتاق خواب روی درم قفل هست اگه میخوام میتونید ببینید تازه من چون کنگو شدم یه جواب یه دسکریپشن کوچولو که به هر جوابی بیادم یه جا سیو کرده بودم میذاشتم میذادم سه است بعد میرفتم اون رو کاپی پیست میکردم میگفتم بعد اطلاعات بود این خونه وقتی یه میلیون دلاره معنیش میشه که میشه اسکوئر 100 دلار تو نیبرهود 110 داره فروش میره تو هر اتاق هم دستشویی هست مثلا فلان, فلان فلان خب واسه من پس مثلا وسط حرف یارو اینجوری میشم یه دونه سه تا اتاق خواب یه کاپی پیس بوم خب دیگه چه خبر یعنی بگم بق... دیگه من کاری نکردم که الان الان مثلا مردم همین کارو با تلفنش با دو خرشون میکنن با چه فود دلیوریش میکنه بهش میگه میکن. آقا لطفا دمه در سبزه نذار زرد بزاره یعنی مردم میکنه الان انجام میدن حالا روزی یه ساعت هم باید بری بشین نه روزی هر دفعه که خونه میادم باید بری یه ساعت و ده دقیقه حالا شاید 20 دقیقه باشه شاید سه ساعت باشه من نمیدونم ولی من بیشتر فکر میکنم رو ده دقیقه است اگه نظر من کسی بخواد بعد بشینه حرفی که خونه میاد یه سری انجام بده مثلا این کار از این کار آسون تر دیگه چی نداریم ولی خانم من معنیش کرد انقدر راجع به این حرف بزنه و هی hey, بگه اینطوری شد اخ اون نشد کلیده باتریش تموم شد نمیدونم عکسی که آپلود کردن من دومی دو گفتم اون سومی کرده بعد یه تلفن بزنم عکس رو جابجا جا 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 کنم یعنی مثلا چیزی که مثلا خواخا تلفن رو بزن دیگه ایم ایمیل میزنید عکسن دو و سه باشه سه دو باشه بعد انجام میشه همونجا بعد 10 دقیقه هم. زیر 10 دقیقه که اونجا نشسته لایب جواب میده اصلا میدونی دنبال اینه که داستان درست کنه بگه مشکل هست و من اینو خیلی بدم میاد از همه آدما شاکی هم از این نظر که همه وقتی مشکل رو میبینن احساس میکنن وقتیه که به تریکن و غور بزنن اوه مشکل اومده آقا او مشکل تو او 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 خود که مشکل اومده حلش کن من نه میخوام مشکل تو بشنوم نه راه حل تو من اگه ریال تور بودم فکر میکنم و میومدم خونه میگفتم امروز خوشحالم یه دونه خونه گرفتم قاسم داره رو با من میفروشه دم قاسم گرم و ده روز بعد گفتم که رو فروختم هزار دلار بالای اون چیزی که خواسته بود توی چهار روز با من... ات مثلا اگه الان اینو معامله کنم واو دم گرم چه قوی من یه انرژی مستد میگرفتم اونم خوش کرده بود ولی تو این ده روز انقدر به من استرس داد که انگار مثلا ما قراره بریم زندان و با بریم داستانمون چیه تا در روز یه قاضی تصمیم بگیره مثلا امروز باش گفتم چرا ما اینقدر استرس کشیدیم سر اینکه تو میخوای خونه بپوشی چرا داستان درست می‌کنی. اوه خب بعد این کارو کنم الان به اون گفتم اینو بزنه اینو نکرده الان اینو من نمیتونم عوض کنم من گفتم این گفتم فایل دو و باشه فایل دو من جا ندارم یه ایمیل زد به همون خانم خانم بهش ظرف سه دقیقه بهش جواب داد جواب خانم دوست, نداش. دوست نداشت میخوام گفتم درست کن گفتم من نمیتونم درست خودت از آقا من نمیتونم درست کنم با گفت تو زنخ بهش اینجوری بعد درست کنی بعد به اینم غور زد اه به زنی که میگم من نمیتونم برای من اینستراکشنش چرت و پرت میفرسته خودم کردی انجامش بده حداقل بعد به یارو برین بعد اینجوری رفت نه که یک و دو سه و چهار زد انجام شد بعد گفت عجب خری اما بعد رفت به اون زنه مص... چیز مسیج زد داشت تشکر کرد گفت مرسی که کار من انداخت میدونین بعد مثلا میگن آقا من اصلا بشنوم من به عنوان کسی که ریلتور نیستم خونه مال من نیست اون خانم من, من نیستم من نباید از اینو بشنوم چرا من دارم اینو میشنوم چرا من که دارم این همه کار انجام میدم وسط چیزا مثلا فکر هستم چرا الان باید یهو برم توی موضوع کاملا آف که هیچ خواهیم نمیتونم روش بکنم علکی قربش بشنوم چرا چون النا میخواد بگه من دارم کار بیشتر از اون حدی که میکنم میکنم یعنی دو تا پوینتو رو یه پوینت دیدی توی یه داستان دیدی به هم خیلی رب دارد. من نمیفهم چرا اینقدر همه خون کارشون رو گنده کنن علکی که کار ما سخته اوکی آقا کار سخته دهنت سرویس خب چیکار کنم به بهنا گفتم که ببین اگر اینقدر کار میکنی که اینقدر کلافه ای و نمیتونی هندلش کنی پس معنیش اینکه که داری مثل سگ پول در میاری چون اینقدر بیزی یکی استخدام کن این کارکوس انجام بده اگر اونقدر پول در نمیاری که یکی استخدام کنی کارت انجام بده پس نمیتونی اینقدر مشکلات داشته باشی کدومشه؟ بگو راست میگی که حالا چیزایی که به من ضربه زد که گفتم من ضربه زد اینجاست من تو بیزنس هم هر کی به من میگفت این میگفتم بیکارم مثلا لقب من چیه پولدار بیکار روزی که من با سپر سیبیل زدیم اسم من چی بود پولدار بیکار چرا چون من تمام زندگی به هر هم من بیکارم چون فکر میکردم بیکارم کار یعنی این که تو اگه به من زنگ بزنی بگی الان بریم دریا من بگم نمیتونم بیام چون سر کارم اگه من بگی امروز میخوام اینو ساختمون با هم بسازیم بیا شروع کن تو این بگی این بالا تا کارگر رو بیان فرای خور به جلو بگم من نمیتونم بیام چون سر کارم من کار دارم ولی اگه تو هر وقت من زمین میگی پاشو بیا من میتونم بیام پس من کار ندارم پس من هر روز میتونم کار جدید درست کنم چون وقتم بازه میتونم تغییر بدم به روی حرفا که میشتم من میگم اوکی پس من تو هر روز اتجای من بیام صبح این کارو بکنم من که بیکارم میتونم بیام نفر بعدیم فرام چی کاری نمیگم 9 تا 10 کار دارم میگم بیکارم چی میخوای چیه تو وقت منو لازم داری من میتونم بیام کمک کنم بیام تو داستان بیزنس کنیم بیام تو دانس یا نه و این به ضرر من تموم شد چون همیشه دوست دخترم و اینا ها منو به من میگفتن تو چرا نمیدی یه کار درست حسابی بکنی ما مرد بیکار خوشمون نمیاد بعد اینقدر به من برمیخورد وقتی که 10 تا اه... کارمند داشتم و دارم ماهی 100 هزار دلار پول میاد تو حسابو میگم تو چش من نگاه میکردن دخترای چاغال بی ارزه که خوشون زندگیشون هیچ کاری نکردن از برنامه گذشته 10 20 سال گذشته هنوزم هیچ گوی نخوردن فقط رفتن شوهر پولدار کردن چسبیدن بهش مثل هش با به من میگفتن بیکار چرا چون اوریج سوسایتی فقط یاد گرفته چوسی بیاد یارو میره دو ساعت کار میکنه اندازه پنج ساعت فقط توضیح میده که چرا کاری سخت بود این شده اوریج سوسایتی و وقتی یکی مثل من میاد آنسته دروغ نمیگه جو بده نیستش میگم من کاری نمیکنم اون اولش هم کمپانی رامین میانداختم روزی 18 ساعت کار میکردم میگفتی چی کاری میگفتم دارم کمپانی آنلاین رو میاندازم مثل سگ وقتم تولدمو جشن بگیرم ولی بعد از 6 ماه که تموم شد همه چیزی که میخواستم و انجام دادم باب کردم همه کاراشو کردم دیگه لانچ شد دیگه کاری نشم کنم بیکار بودم دیگه توی پیتزا فروشی کار میکردم دو تاشم مدرسه من میرفتم دانشگاه فول تایم اس یعنی هم بیاد دانشگاه برو درس اقتصاد بخون هم بیاد کامپیوتر ساینس هم که تموم کرده بودم هم دو تا بیزینس کار بکن بیزنس خودم هم کامل راه میکنم. بیزنسی که توی چند سال بعد میرسه به چند میلیون دلار سالی من هنوز وایسئم اونجا کار کردم تا روزی که دیگه واقعا نمیتونستم بیزینس کار کنم وقتم باید میرفت توی این بیزنس برافهم تو اون بعد که دیگه خودم فولان تمام وقتم گوشم باز کم آوردم یکی استخدام کردم یکی که استخدام کردم وقتم یهو کامل باز شد وقتم که کامل باز شد از اون روز گفتم دیگه من بیکارم یه فقط یه سری میزدم و روزی حالا بگو بین 5 دقیقه تا 2 ساعت من نمیدونم میچرخیدم میرفتم تو توالت میشستم سر توالت 10 دقیقه 10 دقیقه ایمیل جواب میدادم می, دادم. می مادم دوستم میرفت توالت 10 دقیقه دیگه میفهم دور ایمیل جواب میدادم دوستم میرفت پایین یه دو سیگار بکشه 5 دقیقه دیگه ایمیل جواب میدادم یعنی وسط موقع ها اینجا نبود مثلا 8 تا 10 نباشم همیشه بودم و از سطح کارام تو رو اندازه کن من ماشین باشم من یه کامپای کامپیوتر باشم یارو خوابیده من رو لپتاپ دارم کارامو بکنم اینطوری یا با فیلم نگاه می‌کنیم سر پایین دو تا ایمیل جواب بدم یه یعنی کسی نمی‌فهمه من دارم کار می‌کنم 3000 تا جنس روی ایبی و آمازون لیست باشه آپدیت باشه کامپیوتر رقیبا رو چک بکنم کی اومده کی نیومده قیمت چقدر عوض شده کی استاکش رفت بیرون قیمت رو ببریم بالا بیاریم پایین چه آیدی هایی بدیم جنس جدید بیاریم این همه کار میکنم جنس رو سفارش بده چیم بیاد برو تخریس کن از مرز دلیور بکن جدا بکن دوباره برس حقوق ده, ده تا کارمند بده تمام اینا رو من بیکارم کاری ما یه بار میشینیم ده دقیقه صورت حساب اینا کاری که کسی دیگه باشه میگه من دو روز نیستم چرا باید برم حساب کتاب آفیس بکنم سی, و سی و ای و ای ای یار تو آفیس بس خوش نشسته داره سیگار میکشه موزیکشو گوش میده علکی هم به بقیه داره میگه من انقدر سرم شلوغه کسی نه طرفم چون میخواد تنها باشه و با خودش وقت بگذرونه خب من خودم میگم یه اینو بچه‌هایی که حداقل من پادکست منو گوش میدن یه خود به خودشون آگاه‌تر بشن یه بند خدا که میگه من بیکارم آقا نپرسین اصلا از آدم ها فقط نگاه کنیم ببینیم چیکار داره میکنه یارو اگه یارو داره زحمت میکشه بگیم طرف سر زحمت میکشه اگه یارو علکی داره میره سر کار بهش علکی ندیم واسه من فکر نمی‌کنم درسته که آدم‌ها برای اینکه اینقدر جو میدن به کارشون و همم گوش میدن و بهشون بها میدن خلاصه واسه به قول معروف نتیجه گیری بیزنس یاد دادن اونقدی نداره تو یک کتابو بخونی راجع به بیزنس 10 تا پوینت یاد میگیری اون 10 تا پوینتو رو برمی داری میکنی تو پارتی از زندگیت هر روز اون 10 تا پوینتو انجام میدی حالا اگه شما یکی اینه که تختمو جمع کنم تختتو جمع می‌کنی شما دو اینه که ورزش کنم ورزش کنم شما سه اینه که من دنبال کار میرن دنبال کارشون چون که تلفن بزنم به پنج آدم که قرار زنگ نزنم ببینم مثلا مشتری جدید پیدا کنم 5 تا زنگ تو میزنی اینو رو ریپیت میری روز دهم به پنجاه نفر زنگ زدی همه گفتن نه فوش اون مشو قطع کردن روز 11 هم دوباره زنگ میزنی روز ده. روز 29 هم یکی میگه بله بعد میگه اه نا کن معلومه 100 دلار درآمد پیدا کردم چون گفت بله میری 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 بعد سه ساعت میگی از اون بله شروع شد نفر اول که بهم گفت بره 100 دلار چه حالی کردم ولی تو نمون اون کتابی رو که داره به تو بیزنس رو یاد میده هر ماه بشینی بخونی یا به وایسی یا رو کتاب جدید بنویسه بیزنس چیز خاصی نره به یاد بده پول تو درست منیج کن کاستومر تو خوب نگهدار پول به فنا نده تبلیغ بکن بیزنس رو تو تمیز و قشنگ نگهدار بیزنس از تو مهمتره این میشه بیزنس من نمیدونم چی و بیزنس رو همه دنبالش هم بیزنس به ما یاد بده بیزنس به ما یاد بده خیلی من میگم من واقعا من آدم دقلی نیستم که بیام جوشم بچه‌ها واقعا که براتون کورس بیزنس میذارم کل بله بیزنس اینه که یه کاری پیدا کن که واسات پول در میاره حالا میخوای چمن بزن میخوای کاخ بساز میخوای شیشه تولید کن میخوای چراغ بفروش فرقی نداره بیزنس چیه یه بیزنس پیدا کن که تو توش میتونی گفتم ما اول هرچی گفتم گفتم مکان و جای دنیا که هستی یعنی وقت زمانی سال چه سالی هستش مهمه اگه الان تو شروع کنی فکس فروختن فایده نداره و شاید تو آفریقا رو این فکس فروشی خیلی پول در بیاری بیا یکی اینو بفهمه میاد آمریکا میره همه کمپانی که دارن فکسشون میندازن سلدو اشغال میگه ازتون 10 دلار میگیرم میبرم و یارو میگن اوکی بیا این 100 تا فکس ما که می‌خواستیم بریزیم دو چون اشغالی گفته 20 دلار میگیرم ببرم این 100 تا که ما زمین دو بیا اینا 10 دلار ما تو مثلا بعد تو اینا ور میری آفریقا دونه 20 دلار میفروشی بعد میگی ناکن از هیچی دو طرف پول در خب حالا من الان بیام یه دونه چیز بزنم بچه ها برین یه کشوری رو پیدا بکنین که فکسش خراب شده باشه یعنی دیگه تکنولوژی عقب افتاده باشه و همون موقع برین کشوری رو پیدا کنین خب حالا پیدا کردی تو که بلد نیستی بری آفریقا چطوری میخوای از این را پول در بیاری میگه یک تو آفریقا باشه با اون سیرکل آدما باشه ببینه که میتونه به فوشه رفیق داره که آفریقایی حرف میزنه مثلا اون زبونی که اون کشور هست و و مثلا اینو نمیشه یاد داد چیزی که تو بشین به پای حرفی که گوش بدی بگی او فهمیدم تو آدمایی که پول دارن و باید باهاشون یک ساعت صحبت کنی اون پادکست که منو پوریا دارم تو یک ساعت تمام چیزایی که تو لازم داری و بفهمی واسه بیزنس من پوریا میپرسم پوریا جواب میده چه جوری بیزنس رسید به اینجا همین حالا مثلا مثلا میگم برای پوریا فکر کن الان یه کمپانی اینوستمنت داره که از مردم پول میگیره پولشون رو منیج میکنه فکر کن یه نفر اومده مثلا یه روز پوریا ساعت دو بعد از او تصمیم گرفته بره جیم بره ورزش کنه ماشین سینم میخواسته بزنه یه یارو اونجا بوده اونم داشتی ماشه سینه میزده بعد پوریا بهش میگه که آره چطوری چه لباست خوشگله میگه چه خوشگله بعد میگه آره من فلانجا بودم میگه منم اونجا بودم چرا تو اونجا بودی میگه چون تو این بزنس هم. میگه من تو این بزنس چیکار کار میکنی میگه من این کار میکنم میگه خب بذار بشنوم و فردا شب با هم میرن شام بیرون یارو مثلا از این صد میلیونی که الان پوریا منیج میکنه مثلا فکر کن 70 میلیون یو چک میدیسه میذاره یه بیلیونره میگه خیلی عادت خوبه من این برجا رو میخای بسازی اون زمینم داری شور من میخوام من اینو داستانشو در رو حقیقت دارم میگم راجع به پوریا نیست ولی راجع به یه نفر دیگه میدونم که اتفاق افتاده یا چک میدیسه 70 پوریا چه جوری نرم بده به شما یاد بده بگه هر روز برین با همه حرف بزنین تو خیابون برین همش تو جیم باشین ساعت دو برین جیم همش بریم سینه بزنین میدونی اتفاقایی که میافته رو دیگه کسی میت یاد بده همه آدمای پولدار یه اتفاق خاصی تو زندگیشون افتاده مثلا مال پوریا میتونه این باشه که یکی پولش خورده 50 که خورده به یه رفته شروع کار کردن اگه نبود شاید الان پوریا مثلا هیچ کاری نکرده بود همین پوریا با همین تو کانادا بودن تو همین پو همین پتانسیلی که داشته که الان بهشون رسیده میتونست به هیچ چی نرسیده باشه الان مثلا چه میدونم معلم ورزش بود توی جین برای سه هزار دلار برای همین چیز خاصی نیستش که من همه, همه میگم با, با درس بده درس بده من چیزی ندارم به کسی درس بدم تو تو بیزنس باید زرنگ باشی بعد نگاه کنی تو دنبال لحظه های خوب بگردی دنبال چیزی باشی که مردم بخوان و دنبالش بری حالا یه سری بیزنس ها هستن که به خاطر خواسته بودنشون انجام میشن یه سری بیزنسر هستن که تو阿里 نی خواسته هست فروشنده هست تو میخوای تو اون بیزنس بیای تو اون بیزنس باید یه خورده کریتیو تر باشی حالا تبلیغ قشنگ تر جنس بهتر قیمت اصلا مهم نیست همه خیرشون میخوان قیمت رو بیارن بزنن قیمت رو میتونیم بزنیم قیمت اهمیت نداره تو با قیمت همون قد نگه داری 10 درصد هم بالا باشی اگه سرویس خوب بدی مردم پولشو میدن بیا تو مارکت با مهمترین چیزی که تو این داستان هست اینه که تو بیای بشینی بنویسی خرجاتو تا دو سال آینده داشته باشی تو حساب بانکت بعد این بیزنس رو شروع کنی اگر دو سالی خرج تو, تو بیزنس نداری نباید این بیزنس رو شروع کنی قانون بیزنس اینو میگه حالا اگه متفادش کسی بکنه امکان داره یه دفعه کار بکنه هیچی صد درصد نیست ولی میگه که اینه میگه آقا تو باید تا دو سال بگی من بیزنس یک دلارم پول در نمیارم ولی خب من هر ماه اجاره دارم میگه پس بعد اجرا ماهی 2000 دلار سال دوم هم میشه 2200 دیویست پس سال دوم اینقدر پول سال اول اینقدر جمعش میشه این تو حساب این تو حساب این پول این پول این. همه رو تو حسابت که فکر دنبال پول نباشه فکر دنبال بیزنس باشه کسی هم که الان داره میگه که من پول ندارم این کارو بکنم برای همین که نمیدونم بیزنس رو شروع بکنی اون آدمو بعد من جای بیزنس های سرویسی مثل همون کاری که پوریا کرده بود رنگ بزنی خونه مردم و. نه چیزی بخواد بلد باشی نه که یه رئیس هم هستش میگه برو خونه رنگ بزن میری میزنی بد بزنی میگه خود بد بزن بعد از دو هفته یاد میگیری رنگ زدن رو پس الان به جون که پول بدی توی یاد گرفتی پولم گرفتی بعد خودت حالا واسه رنگ زدن می سعی میکنی بشی رئیست یکی از های کارم به خود میبری میگه آقا تا پنج پیش رئیسمون کار میکنیم میگه پنج بیا پیش من من پنج تا نو کار میگیرم بیا با هم بریم بزنیم و یواش یواش دیگه اونو میفتی خودت نمیری اینم بیزنس ما خواستیم برام هی بهم گفت بیزنسی دوست کنم بیزنسی این بیزنسی برای دو تا نکته که خیلی برام جالب بود چون همه میگم کارو الکی گنده میکنن و همه دنبال مشکل میگردن مشکلتون هیچ کی نره بشنوه لطفا فقط به فکر راه حلش باشین وقتی به مشکل میرسین به جای اینکه او یه چیزی پیداشم برم قور بزنم به همه بگم کار من سخته به هیچ کی به چپشم نیست فقط اعصاب بغیرا سرویس میکنید همین امیدوارم کمکتون کنه چون این ویدیو به نظر من از نظر کیفیتی خوب بود نظرتون به من بگین نظرتون چیه خوب بود یا به نظر منه دمتون گرم چکس